بینندگان عزیز، با سلام به شما و امید این که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه 20 فوریه سال 2022 است، برابر با اول اسفند ماه 1400. اجازه بدین تو همین دقیقه اول برنامه تشکر کنم از دشمنان وفادار به برنامه، چون اونا واقعا بیشتر از دوستان بیوفا هستن، یعنی بیشتر از دوستان بیوفا منتظر هستن که من بیام برنامه بذارم، بعد حالا یا ایراد بگیرن یا فحش بدن. ولی یه چیزی رو حقیقتا نمیتونم ناگفته بذارم و اون اینه که چرا اینها اینقدر احمقن. مثلا دوست جوانی که تماس گرفته بود، گفته بود شاگرد دکتر حسام نوذری هست، یا نوروزی یا نوذری فکر کنم، من بهش گفتم خب بیا تو برنامه ها صحبت کن و فلان اینا، بعد اصلا اینا نمیتونن، یعنی اینا به غیر از مردم آزاری نمیتونن، به خودشون اطمینان ندارن، اون همون اطمینان به نفس رو ندارن که بیان بشینن از موضعی که دارن دفاع کنن. من اینجا وقتی حرفی میزنم از موضعی که دارم دفاع میکنم، در هر صورت از اون دوستی که فوش میده واقعا ممنونم. ممکنه به خاطر شما تلفن زدن رو پولی کنم، دقیقه دو دلار، چون شما فکر کن این باور کن شما 3 دقیقه صحبت میکنی، من به جان دوتا بچه هام امروز 3 کلمه هم از حرفای شما رو گوش ندادم. تا اولین فوش رو دادید من قطعش کردم، قسم جان بچه هام رو میخورم. من به شما به عنوان یه دشمن دوستانه پیشنهاد میکنم احمق، حرفتو بزن، حرفتو رو من پخش میکنم، شاید 2 نفر طرفدارت بشن. در صورت از دشمنان بگذاریم، به دوستامون بیان تشکر کنیم، از لیلا و لیلا، یکی خانم لیلا انصاری، خیلی خوشحال شدم که ایشون این اوضاع کووید و اینها رو پشت سر گذاشتن، حتی کسالتی داشتن، الان حالشون بهتر شده. نگی لیلا خانم چون کسالت داری برنامه های من رو نگاه میکنی. در صورت ایشون سوال کرده بودن برنامه ها شنبه است یا یه شنبه، برنامه های یه شنبه است که متاسفانه برنامه امروز رو با وجودی که این همه کاغذ تهیه کردم نمیتونم کامل اجرا کنم، باید برم. اجازه بدید از آقای علیرضا نوری پور در ترکیه عذرخواهی کنم که این بار دومی هست که ما با ایشون قرار میذاریم و بدقولی میکنیم. معمولا این چیزا از من کم دیده میشه، ولی خب دیگه کبر سن و کمردرد و گردن درد و مکافات و اینها، شاید ما هم به بدقولان دیگر بپیوندیم. یه دوستی یه جایی بودم گفتم اینجوری و کمرم الان یه هفته است درد میکنه، و من باور کنم امروز ریش بعد یه هفته زدم، دوشو نمیشه نگرفت، دوشو دیگه بعض وقتا روزی دوبارم باید رفت و اینها، چون آدم میره بیرون میاد اینا، ولی ریش خب میگه آدم ولم کن، حالا چرا وایسم ریش بزنم، کمرم درد میکنه، ریشمو بعد از یه هفته زدم. و یکی از دوستان گفت تو تنها مجری تلویزیون هستی که اگه پاد درد میکنه، سر درد میکنه، مشکلی هست میای میگی، همه اونها قهرمانان و چی میگن این پولین تن هستن و اینها. گفتم آره دیگه، اونا میان وای میسن، بعدن یه دفعه مثل تیمسار روانی جلو دوربین قش میکنن میفتن، هیچ اشکالی نداره، منم ممکنه قش کنم بیفتم، ولی از قبلش به مردم گفتم که ما هم مثل شما هستیم، یه روز کمرمون درد کنه، یه روز پامون درد کنه، و الی آخر دست کمر درد شدیدی داشتم، گردن دردم بهش اضافه شد. حتما حتما اگه تا فردا خوب نشم یا بهتر نشم میرم دکتر استخوان و اینها رو ببینم، امیدوارم که بهتر بشم. نمیگم برام دعا کنید، چون به دعا باور ندارم، امیدوار باشید که من بهتر بشم. ممنون و متشکرم. و یک ایمیل اینجا برای خودم نوشتم، ایمیل روحانیت رو نشون بدم که این آقای روحانی چقدر قشنگ، نه اون روحانی احمق رئیس جمهور، این آقایی که شغلش روحانی بودن هست، چقدر قشنگ پیشنهاد میکنه به روحانیای دیگه تا دیر نشده بکشیم بریم کنار. و امروز اگر میبینید ما حتی دوربینمون اندازش کوچولو هست و اینها، همون دوربین قدیمی کنون رو روشن کردم، اینها در هر صورت همه چیز ریخته به هم. نامه آقای خالصی بوشهری رو که پسرشون لطف کردن فرستاده بودن درباره آقای میبودی و درباره گرگ و روباه و نمیدونم به اصطلاح بره های گله و آقای شجره و اینها، گله بره و شجره، رسید به دستم. آقای خالصی
من از شما خیلی ممنونم. شما هم قدر بچه هاتو بدون، هم بچه ها قدر شما رو بدونن. حتما یه برنامه فوق‌العاده میذارم که این بدهکاری ها رو بدم. من این اجرا نکردن این برنامه رو به عنوان یه بدهکاری به شما دوستان اینجا می‌نویسم، I owe you، یعنی من به شما بدهکارم و اینو انجام میدم. و باز هم برگردیم لیلا و لیلا، لیلا انصاری ممنون و متشکرم. برنامه ها یک شنبه ها هست و خانم لیلا میلانی اون سوالی رو که پرسیدید باورتون میشه اونجایی که شما سوال کردید من دیگه نتونستم پیداش کنم، ولی براتون لینک ها رو فرستادم. این آقا اسمش دکتر علیرضا نبی هست، خیلی معروفه، ویدیوهای مختلف داره و میتونید برید حتی توی مردمریپورت.com یه دونه از ویدیوهاشو گذاشتم اونجایی که دوستان دیگه هم میتونن ویدیو بذارن. باورتون میشه ما یه جایی درست کردیم شما بیان مجانی ویدیوهاتونو بذارید؟ این کارم انجام نمیدن ایرانیا. چی میگن؟ راحت طلب، آماده خور، مفت خور، الاخر. برگردیم با اون تلفنه. آقایی که زنگ میزنی فوش میدی، وجدانن، میدونم شما وجدان نداری، اگه کسی وجدان داشت این اعمال رو انجام نمیداد، ولی برای یه دفعه هم فکر کن یه دقیقه وجدان داری، وجدانن حاضری دقیقه دو دلار سه دلار بدی حرف بزنی به کسایی که مخالفی، یا فقط چون مفته زنگ میزنی؟ ولی با همه اینها من به اینا میگم دشمنان وفادار. فکر کنید اگه دوستان ما به اندازه اینا وفا داشتن کار ما خیلی عالی میشد. تشکر از دو لیلا. بدهکاری لور و خنده طلبکار، داستان بدهکاری لور و خنده طلبکار رو امروز پتیک عزیز برای من گفت، ممنون و متشکرم، خیلی خندیدم. گفت که یه نفر رفت در خونه یک بدهکاری، به لور بود بدهکاره، در زد گفتن نیست، رفته صحرا، گفت میرم پدرشو در میارم، میرم صحرا میگیرمش. رفت صحرا دید نشسته و یه جایی که هیچی نیست، فقط ساربان، چی میگن، کاروان شتر و اینا میاد هر از چند روزی رد میشه. گفت من اومدم پولمو بگیرم. گفت خب صبر کن، میبینی که من اومدم اینجا میخوام پول بسازم. گفت داری چجوری میخوای پول بسازی؟ گفت وایسادم کاروان شترها که از اینجا رد میشن، پشمشون بچسبه به این خار، من اینا رو جمع کنم برم بفروشم، بدهکاری تو رو بدم. طلبکار شروع کرد به خندیدن. این لور بنده خدا ساده گفت خب بایدم بخندی، حالا دیگه پولت به دست آوردی، به ریش من و این همه زحمت میخندی. داستان جالبی بود. خب آقای علیرضا نوری پور، من بازم از شما عذر میخوام، ولی حتما مطمئن هستم که متوجه میشی و من توی اولین برنامه‌ای که درست میکنم به عنوان بدهکاری و جایگزین این برنامه با شما خواهم بود. آقای نوری پور کتاب مأموریت برای وطنم رو که نوشته، میگن نوشته شاه بوده، گویاش کرده، آدیو بوکش کرده و در این مورد با ایشون صحبت میکنم. کتاب جالبیه. تو این کتاب شاه اقرار میکنه که خدا بهش مأموریت داده که بیاد من و شما رو نجات بده. یعنی دوستان، فقط آخوندان نیستن که فکر میکنن از من و شما بیشتر میفهمن، فکر میکنن باید برن بهشت، اونجا حوریا نشستن لخت با سینه های گنده با جام شراب و فلان اینا. شاه هم اینجوری فکر میکرد. دوستان، شاه تفاوتش با آخوندا فقط سر این بود که اون تاج میذاشت سر خودش، اینا عمامه، و الا هیچ فرقی با هم ندارن. در این موردم با آقای نوری پور صحبت میکنیم. اینجا نوشتم کمردرد، گردن درد، فنر در گاراژ، بعد نوشتم سپلش داید و زن زاید و مهمان عزیزم برسد. سپلش که میدونید یه بازی قاب که میریختن، اصلا پلشت یعنی کثیف، نازیبا، و سپلش یعنی ستا قابشون پلشت میمده. اینم در موردش صحبت میکنیم. در مورد گاراژ دور و اینها باهاتون صحبت میکنم. کار خطرناکیه. اگه خودتونم کارهای خونه رو انجام میدید، وقتی میخوان یه کاری رو انجام بدید قبلش چند تا ویدیو ببینید. این روزا به نعمت یوتیوب این ویدیوها هست، خیلی راحت میتونید ببینید اینها. و یه حرفی رو، نقل قولی رو از گاندی اینجا نوشتم که اگر جرأت نداری حرف حق بزنی، دست کم برای کسی که ناحق حرف میزنه کف نزن. هفته گذشته باز این خامنه ای صحبتایی کرده، میگه که من اگر دولت قبلی به حرفای من گوش داده بود با این مشکلات روبرو نبودیم. آقا خجالت بکش، خودتو مقایسه کن با شاه. بعد مرد ناحسابی،
تو اگر رهبری، اگه ولی فقیه هستی، خب چرا همون موقع حرف نزدی؟ چرا همون موقع نیومدی بگی این دولت روحانی داره اشتباه میره؟ برو آقا دنبال کار و زندگیت، خجالت بکش، واقعا خجالت بکش. این مسیح علی نژاد کلی فوش به خامنه ای و به خمینی و اینا داده بود، واقعا دیگه حقتون شده. نکنید، 43 سال نشون دادید نمیتونید، برید کنار. این از این ماجرای اوکراین و روسیه رو میخواستم بگم و تعبیرایی که داشتم و حرفایی که داشتم. یه آقای هست به نام آقای تحلیلگر، جوونه ولی فکر میکنه همه چیزو میدونه. متاسفانه خیلی از ماها اینجوری هستیم. اینجا نوشتم خامنه ای طلبکار هم شده، اگه دولت قبل به ایشون گوش داده بود به این مشکلات بر نمیخوردیم. یه پدر روحانی در فلوریدا این غسل تعمیدو که انجام میدن یک کلمهشو اشتباه گفته، حالا غسل تعمید همه اونایی که توسط این غسل تعمید گرفتن باطل شده، بهش رفتنشون به تعویق افتاده. تقریبا میشه گفت همون دست نمازی که به یه گوز باطل میشه. و اما حسابداری ترامپ هم اعلام کرد که با این شالاتان کاری نداره، در دادگاه ها نمیاد ازش دفاع کنه. ترامپ و بچه هاش شدیدن توی مشکل افتادن. هفته قبل دیدید که حتی معاونش گفت که ترامپ اشتباه میکرده و اینها، حالا یکی یکی دارن ازش فاصله میگیرن. این نیز بگذرد. و یه آقایی به نام علی زمانی برای من چند تا کلکل فیسبوک، دیگه نمیدونم توییتر، لینکدین، اینو این داشتیم، نوشته بود که دکتر هولاکویی مجوزی برای فعالیت در زمینه روانشناسی ندارد. من براش نوشتم که آقا چند سال پیش، همون اوایل که من اومدم آمریکا، یه برنامه دیدم یه آقای اومد این مدرک دکترا به این اون میداد، بابتش $5,000 میگرفته. بعد یه نفر آوردش تو مسابقه، آقا چون این کاری که میکنی، گفت برای چی آقا این یه چیزی دوست داره داشته باشه، بزنه تو اتاقش، مثل یه نقاش که تابلو میکشه، شما میخری ازش $100,000، من این مدرک رو بهش میدم $5,000. اشکال شما چیه؟ شما اگه میخوای استخدامش کنی، شما برو تحقیق کن ببین بلده یا نه. دوست عزیز، اینجا توی آمریکا هم وکیلا، هم مکانیکا، هم دکترا یک جایی دارن بورد بهش میگن، میرن، شما میری از اونجا سوال میکنی که این هست نیست، بده خوبه، نکنید این کارا رو. طرف داره حرف میزنه، پول در میاره، حالا بنده خدا بگذاریم زندگی خودش بعد این همه سال هنوز مجرده، ولی به دیگران دستور نه راهنمایی میکنه که چجوری زنشون رو نگه دارن. همین که ممکنه یه نفر زنشو بتونه راضی نگه داره، یه نفر بتونه شوهرش راضی نگه داره با جلسه های این دکتر هولاکویی، شما راضی باش، خیلی گیر نده. اینم از این پیشنهاد لورها به رهبر، اینو باید براتون بخونم. حتما نوشتن که این مجلس رو اگه به جای حقوقی که به اینا میدین پولشو بدین ما بریم بره بخریم و این بره رو بذاریم در قسمت دامداری و اینها تولید کنیم، اوضاع خیلی بهتر میشه. دیدم آقای رضا شیرازی حتی از ایران نوشته بود چه خوب میشه حقوق این طلبه ها و حوزه ها و اینها رو هم اینجوری کنن. خلاصه مردم دل پری دارن. آخوندا قبل از اینکه سرنوشت قذافی، سرنوشت صدام، سرنوشت دیکتاتورهای دیگه به اصطلاح در انتظارتون هست، قبل از اینکه بیاد سراغتون یه فکر کنید، ریشا رو بزنید، در برید. اینم از این. و خانم کوین کووید گرفته، بعد از 70 سال ملکه بودن و بعد از 90 و چند سال که سنشه، حالا کووید گرفته. یه نفر با خوشحالی برای من نوشته بود، نوشتم که حالا شما فکر کنید کووید گرفتن این مثل بیچارهاییه که میره مثلا بیمارستان بهش میگن تخت نداریم برو فردا بیا، هزاران دکتر خوب و اینا ازش نگهداری میکنن تا این 4 روز دیگه به عمر کثیفش ادامه بده و دنیا رو بیشتر به خطر بندازه. از اون طرف اشرف غنی یه ویدیو درست کرده که حاضر برگرده بره افغانستان. گفتم خب اقلا این یه انقدر غیرت و شرفش از شاه بیشتره، تا دید حالا افغانستان به این روز افتاد، برمیگرده به مردم بگه اینو میخوان یا منو میخوان، که اونجا هم فکر نمیکنم اینا برگشتنی باشن. کسی که با 4 تا ماشین پر از پول از اونجا فرار کرده و اینها، بگذریم. عکاس ایرانی رضا دقتی رو میخواستم در موردش صحبت کنم، خودتون برید گوگل کنید پیداش کنید. من تو همین چند روزی که گذشت، ما وقتی که کسایی که برای دولت کار میکنن، کسایی که برای Department of Transportation DOT
کار میکنن، ویداد، ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن، فیرفاکس کانتی، جاهای دیگه، و حتی راننده هایی که شما تو خیابون میبینید برای شما ماشین های شیر رو نمیدونم اینا میارن، اینا همشون DOT سرتیفاید هستن، یعنی دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن یا وزارت خونه رفت و آمد، حمل و نقل، هرچی، اینا رو تایید کرده. و جالبه، هر از 2 سالی باید بری، بعض وقتا حتی 2 ساله بهت نمیدن، میگن مثلا وزنت زیاد شده، چاقیت زیاده، فشارخونت زیاده، 1 ساله بهت میدن، 6 ماه میدن. ما تا امروز بزنیم به تخته هرچی رفتیم 2 ساله به همون گواهی دادن. و خیلی جالبه، خب من الان چندین سال عینک میزنم، بعد هر دفعه میرفتم با عینک میرفتم آزمایش میکرد، اون بالا هم مینویسه که این دیدی مثل عکس گواهی نامه با عینک، و آزمایش هم که میکرد برای چشم و اینا خوب همه چی. پریروز رفتم، جمعه یا پنجشنبه، جمعه بود، جمعه رفتم، آره دیگه دیروز شنبه بود، پریروز میشه جمعه، جمعه رفتم یه جایی که کلی که آزمایش کرد، خانم اومد، فکر کنم هم ایرانی بود، ایرانی ها با این چشم و ابروی قشنگ باز چقدر خودشون زشت میکنن، خال میکوبن اینجوری، موژه میذارن رو چششون اینجوری، اصلا من وحشت میکردم. این خانمه که چشم میزد میگه حالا موژهش نخوره تو صورت من، گفت آقا دستگاهمون خراب شده نمیتونیم با DMV در ارتباط باشیم. گفتم خب بابا کاغذی بنویس بهم داد، ولی خب احتمالاً چون ایرانی بود گفت نه، در صورتی که این خانم آمریکایی جوان اینجا هم دستگاهشون وصل بود هم کاغذی برای من درست کرد، 4 صفحه نوشت داد و بابتش هم 109 دلار پول میگیرن، قبلا 89 دلار بود. من جایی که کار میکنم چون معمولا دولتی هستن خودشون پول اینو میدن، ولی این بار مجبور شدم از جیب مبارک 109 دلار بدم و 109 دلار کسری بودجه داریم. این بود جالب، وقتی که آزمایش میکنن، ادرار آزمایش میکنن، دوا میزنن توش که نمیدونم معتاد نباشی فلان، همه اینا رو که انجام داد، گفت حالا یه آزمایش چشمی هم انجام بده، من میبینم همه رو خودت مینویسی اینا خوبه. گفتم اوکی، وایسادم. وقتی اینجوری گفت اینجوری با این یه چشم خیلی خوب همه رو گفتم، وقتی گفت این چشم اینی که گرفتم، گفتم من تار میبینم، گفت این خیلی بده فلان اینا، باید پس چیز کنی، من اینجا نوشتم شما لنز میزنی یا عینک؟ گفتم لنز. بعد یه دفعه تا گفت لنز، گفتم اها یادم افتاد، این چشم من دوربینه، این چشم من نزدیک بینه. میدونید که الان چند ساله به شما به جای این که مثل عینک ها بالاش دوربین باشه پایینش لنز نزدیک بین باشه، لنزم داریم که اینجوریه، خودم هم دارم. اون روز من لنز دوربین رو گذاشته بودم و نزدیک بین، الان هم همینه، این لنز دوربینه، شما رو دارم میبینم، مواظب باش، این نزدیک بینه که کامپیوتر و کاغذ ها و اینا رو میخونم. خلاصه بعد گفتم خانم دکتر طرف بگه آقا امروز هم نمیبینی، زدی میکروفون انداختی. گفتم خانم فهمیدم چرا با این چشمم نمیبینم، این چشم من نزدیک بینه. گفت که رفت آورد یه کاغذی رو در 14 اینچی تا 2 فوتی قرار داد، گفت او تو اون پایینش هم میخونی، من که جوونم نمیتونم بخونم. در هر صورت یادتون باشه اگه آزمایش میرید، همون اول یادتون باشه عینک ببرید، اگه عینکی نیستید لنزتون رو در بیارید. خلاصه این داستانی بود که من می‌خواستم بگم، کلی هم باهاتون بخندم، که حالا متاسفانه برنامه‌مون کوتاه هست و باید بریم. آقای علیرضا نوری پور، این 3 بار توی این برنامه از شما عذرخواهی می‌کنم و ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، عکس‌های بسیار زیادی، ویدیوهای بسیار زیادی، نوشته‌های بسیار زیادی براتون گذاشتم که حتما توی برنامه 2 ساعته کامل که فقط 10 تا 15 دقیقه شو با آقای نوری پور خواهم بود، با شما خواهم بود. از این هفته هم میخوام تصمیم بگیرم آقا من دیگه مهمون دعوت نکنم، هر کی میخواد برنامه داشته باشه اون منو دعوت کنه توی برنامهش، اون برنامه خودشو بگیره مثل کانون آوا منو دعوت کنه، حتی اگه میخوان من مثل مجری توی اون برنامه ها باشم تا این اشکالای بدقولی و اینها نباشه. از شما دوستان عزیز که شرایط ما رو درک میکنید ممنون و متشکرم، و این برنامه کوتاه رو از من به عنوان پوزش، عذرخواهی، معذرت بپذیرید. خیلی وقت ایرانی ها میگن من رفتم
معذرت خواهی کردم، معذرت خواهی غلطه، یا معذرت خواستم یا عذرخواهی کردم، ولی دیگه خیلی چیزا غلطه. الان خیلی ها دیگه اصلا خوشوقتم رو یادشون رخته، همه میگن خوشبختم، در صورتی که وقتی خودتون رو معرفی میکنید به هم دیگه، همون how do you do آمریکایی‌ها میشه خوشوقتم، وقت خوشوقتم، نه خوشبختم. همه میگن از دیدار شما خوشبختم. بگذریم، همین که حالا خوش باشی، چه وقت باشه چه بخت باشه چیه. و میخوام بهتون نشون بدم که اینجا هم کمربند بستم، از اون کمربندایی که آمریکایی‌ها بهش میگن سپورت. اینجا نوعای مختلفی داره، یادتونه اینا که وزن برداری میکنن یه کمربندای چرمی دارن که پشتش کلفت، پایین جلوش مثل کمربند معمولی. این سپورتی که من دارم دو تا چیز داره آزاد میکنی، وقتی میخوای یه چیزی سنگین رو برداری میبندی. بعضی شرکت ها شما رو مجبور میکنن که اینا رو بس ببندی برای که بر نگردی سوشون کنی. بعد بعضی کارگرا رفتن اونا رو سو کردن، گفتن همین که شما ما رو مجبور میکنین آزادی ما رو گرفتید. میخواستم درباره کانادا براتون صحبت کنم و درباره این که این کارهایی که ترادوئت میکنه تقریبا مثل کارهای هیتلره. حتی ایلان ماسک ایراد گرفته بود، دو سه تا عکس از کانادا گذاشتم. اینو شاید فردا پس فردا سعی میکنم به 48 ساعت هم نکشه. یه برنامه‌ای که بدهی امروز من هست به شما، یه بار دیگه هم از اون دوست جوونمون که ما فکر کردیم آدم شده به اصطلاح تشکر میکنم که تماس گرفت، هم از اون احمقی که زنگ زده بود باز امروز صبح یا دیشب فوش داده بود، باز اینو میگم به جان با دوتا بچه‌م، من سه کلمه از پیغام شما رو نشنیدم، پاکش کردم. احمق، حرفتو درست بزن تا ما بتونیم بشنویم و بتونیم پخش کنیم. روز و روزگار بر همه شماها خوش. برنامه ها رو میبینیم و برنامه ها خیلی کوتاه خواهد بود، چون هنوز ویدیو از آقای چمنارا ندارم. این هفته دوستانمون آقای مهدی مهران نژاد به خاطر درد کمر و آقای فرزاد نیساری و اینا رو نداشتیم، فقط قرار بود با آقای نوری پور باشیم که از ایشون هم عذرخواهی کردم. یه وقت دیگه با شماها خواهیم بود. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی، ممنونم که تلویزیون مردم رو میبینید. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، لطف کنید این برنامه رو توی یوتیوب، توی فیسبوک فالو کنید، سابسکرایب کنید، لایک بزنید، هر کاری که بلدید انجام بدید. مرسی مرسی مرسی. اینم استاپ ریکوردینگ.